آستانه چهارمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های به اصطلاح اقتصاد مقاومتی توسط خامنه‌ای هستیم. اما ببینیم در این چهار سال حاصل این اقتصاد مقاومتی چی بوده و آیا اصلا طی مدت از حد حرف و سمینار فراتر رفته یا نه. حرفایی که گفتن فشرده حرفای مجری یک برنامه اقتصادی تلویزیون رژیم درباره اقتصاد مقاومتی که دو تا کارشناس رو هم در این رابطه به کمک گرفته. حرفاشون رو ببینیم و بشنویم. دقیقاً بعد از ابلاغیه 23/11/92 1/12/92 آقای ریاست جمهوری محترم میاد این سیاست ها رو در یک نامه‌ای به آقای رئیس جمهور معاون اولش ابلاغ میکنه 1/12/92. من کل اقدامات بعد از این ابلاغیه رو وقتی که رصد کردم، یعنی از ابتدا که از 1/12/92 شروع میشه تا حالا دونه دونه اینا رو من رصد کردم، وقتی که اینا رو یک بررسی کردم دیدم که اینها در واقع خیلی ساده بگم سر و ته نداره و هدف نداره. چند موردشو میگم. 29 مورد برنامه مکتوب کاغذی وجود داره، 29 مورد، یعنی از ابتدا که اولش همین ابلاغیه بود که آقای رئیس جمهور انجام. خب حالا ببینیم این برنامه‌ای که سر و ته نداره چه دستاوردی داشته، دستاورد در صحنه عمل اقتصادی. یکی از این برنامه‌ها مقاومت‌سازی تولید بود که این مقاومت‌سازی تولید یکیش از چه طریقی اجرا می‌شد؟ محدود کردن واردات. مقام معظم رهبری امسال فرمودن که واردات کالای غیر ضروری باید چی بشه؟ حرام شرعی اعلام بشه. ایشون فرمودن. خب حالا ببینیم که ما واردات دو جور داریم. یه واردات رسمیه که از مبادی رسمی میاد. این آماری که من بهتون میگم از واردات مبادی رسمیه. از حدود 5600 گروه کد تعرفه حدود 43 میلیارد دلار کالای وارداتی کشور بوده. این 43 میلیارد دلار کالای وارداتی در سال 95 ما رتبه اول وارداتمون ذرت دامی بوده. رتبه دوم لوبیا و سویا بوده. رتبه چهارمون خودرو بوده. خودروی چی؟ خودروهای 1500 سی سی تا 2000 سی سی. چی بوده؟ بنز بوده. عرشبت خدمت شما تویوتا بوده. چین، ماشین‌های چینی الا ماشاءالله، جیلی و لیفان و اینا بوده. حوض آشپزخانه، آناناس، ظرفشویی، روشویی، کاغذ دیواری، ساعت مچی، مجموعه سینمای خانگی، اسارها، اسانس‌ها، اشیای برای بهداشت و داروخانه‌ها از کاوچو، ساعت مچی، دستگاه‌های موزدایی، کره بسته‌بندی، دوربین چشمی، ساعت مچی، توپ فوتبال، ماشین‌های ظرفشویی، گلابی هندی، ماشین‌های ظرفشویی، نارگیل رنده شده، شامپوها، توتونا، انواع و اقسام این کالاهایی که ما در داخل کشور می‌تونیم چیکار کنیم؟ داره تولید میشه تو کشور و امکان تولیدش هست. الا ماشاءالله همجوری گر رو گر اینا دارن وارد کشور میشه. اینا تازه چی؟ اینا رسمی شه. خب قاچاق کالا الا ماشاءالله بیداد میکنه. شما یه چرخی بزن تو این بازارها و این بازارهای اصلی تهران و شهرهای دیگه، انواع و اقسام کالاها رو شما چینیش رو میتونی پیدا کنی، ترکیش رو میتونی پیدا کنی و اکثرش هم قاچاقه. هیچ کی هم ردش رو نمیتونه بزنه. خب این یکی. خب این میشه اقتصاد مقاومتی؟ بله. این هم بیلانی از اقتصاد مقاومتی که کارشناسای حکومتی و کسی که خودش اصلا سرپرست وزارت اقتصاد همین رژیم بوده بیلانش رو اینطور بیان میکنه. یک تئوری بی سر و ته با حجم بی پایانی از واردات به جای تقویت تولید داخلی و صادرات. یعنی در واقع یک حرکت معکوس و قهقرایی برای تمام کش کردن تتمه تولید داخلی و تکمیل وابستگی تام و تمام اقتصاد به خارج.